آینده ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. به همیهنان عزیزم در سراسر جهان درود میفرستم. من ایرج شاه ولایتی هستم که برنامه نهاد مردمی رو از استودیوی نهاد مردمی در اورنج کانتی کالیفرنیا به شما همیهنان عزیز پیشکش میکنم. خبرهای بسیار خوبی در نهاد مردمی داریم که امروز بخشی از اون رو احتمالاً با شما در میون خواهیم گذاشت. دو تا مصاحبه در برنامه امروز داریم که با دو تا شخصیت مصاحبه خواهیم کرد. ولی هموطنان عزیز، بسیار ما روسفید در آمدیم، ایرانی ها در سراسر جهان، در مقابل این کمپانی ویرچوال انجیو که محبت کردن و این طرح نهاد مردمی رو و این سافرش رو برای مدتی در اختیار ما گذاشتن که ببینن واقعا ما ایرانی ها در حرفایی که میزنیم چقدر صادق هستیم. آیا واقعا ما به دنبال این هستیم که وطنمون رو پس بگیریم؟ آیا ما به دنبال آزادی هستیم در وطنمون؟ آیا ما واقعا اون چرا که میگیم در عمل هم در انجامش واقعا انقدر میتوانیم کاری بکنیم که به انجام برسه یا فقط صحبتش رو داریم میکنیم؟ ویرچوال انجیو با توجه به تقاضاهای مختلفی که در طی این مدت اومده برای اینکه ما بتوانیم هرچه زودتر هیئت و منامون رو انتخاب بکنیم، اظهار علاقه کردن که ما چیزی رو براشون بنویسیم و بهشون ارائه بکنیم تا عملکرد این 70 روزمون رو ببینن و بررسی بکنن، ببینن که ما چیکار کردیم. خوشبختانه ما در طی این 70 اندی روز، امروز میتونم با افتخار بگم که ما گروه مجموعه گروه حقیقی و مستعاری که به نهاد مردمی پیوستند از مرز 900 نفر داره میگذره که خب این خیلی با
باعث سرفرازی. در روزی که ما لانچ کردیم این برنامه نهاد مردمی رو، بنده عرض کردم که این یک میزانی خواهد بود برای اینکه ببینیم ما واقعا چقدر در حرفامون صادق هستیم و در تمام این مدت که همه دم از ایران زدیم و دم از مبارزه با استبداد زدیم، ببینیم که چه حد در مرحله عمل که میرسه ما پشت سر حرفامون وایستادیم و به دنبال این هستیم که واقعا این استبداد رو از این سرزمین مقدس براندازیم. نهاد مردمی تکلیفش در طی این مدت روشن بود. اولا گفتیم که ما یک طرحی هستیم که با توجه به استفاده از تکنولوژی، از این تکنولوژی می‌خوایم استفاده بکنیم و تمام افرادی رو که دل در گروه آزادی ایران دارن در سراسر جهان به هم پیوند بزنیم. دیگه گفتیم که در این سازمان ما، در این نهاد ما رئیس نداریم. هیچ کس در اینجا رئیس نیست. هیچ هیئت مدیره یا هیئت امنای از پیش ساخته شده در اینجا وجود نداره. اینجا فقط بر مبنای شایسته سالاری است و بر مبنای این هست که یک هدف و پنج اصلی رو که در تمام این برنامه ها به طور مداوم برای هموطنان عزیز توضیح داده شده، اگر که شما به این هدف، به این یک هدف و به پنج اصلش معتقد هستید، بعد می توانید داوطلبانه به نهاد مردمی بپیوندید. خب این در طی مدت با این استقبالی که حقیقتاً شده، باعث دلگرمی همه است، باعث دلگرمی اون گروهی که از اول به دنبال انجام این کار بودن و گروه های دیگری که آرام آرام پیوستند به این طرح نهاد مردمی. خوشبختانه ما در جای خوبی قرار گرفتیم. من خوشحال هستم که با توجه به این که ما همیشه دعوت کردیم از تمام سازمان‌های دیگه که این نهاد درش بازه و با آغوش باز ما میپذیریم و امیدوار هستیم که بتوانیم همه دست در دست هم دیگه بدهیم و اون کاری رو که باید انجام بشه از تا زمانی که ما با این یک هدف و پنج اصل موافق باشیم، که این یک هدف و پنج اصل چیزی نیست که من درآوردی باشه، این با توجه به تصحیح تمام اشتباهاتی که اپوزیسیون در تمام این مدت 30 سال کرده و در تمام مبارزاتی که در تمام سالها در تمام قرون و اعصار مبارزاتی که ملت ایران بر علیه استبداد کردند، همه اینها غلطگیری شده و در این مجموعه یک هدف و پنج اصل خلاصه شده. من خوشحال هستم که میبینم گروه های مثل گروه های همبستگی ایرانیان، جنبش ما هستیم، گروه خودرهاگران، سازمان عقاب ایران، سازمان راما که یکی از قدیمی ترین سازمان های مبارزه با استبداد در ایران هستند و دیگر کسانی که الان یا سازمان هایی که الان من حاضر ذهن نیستم، میبینم که همه به دنبال انجام این کار هستند و چه خوب که ما آرام آرام داریم یواش یواش یک حرف رو با هم میزنیم یا حرفامون رو یکی میکنیم. منتها هر کدوم از این گروه ها یک بخشی از این مبارزه رو داره به عهده میگیره، کارا داره تقسیم میشه، ولی هدف مشخصه. هدف حذف حکومت اسلامی است و اصولش هم کاملا مشخصه. بنابراین وقتی ما میبینیم که هممون داریم یه حرف میزنیم، گرچه که با برنامه های مختلف، با اسامی مختلف، اما اینا همش در همون طرح نهاد مردمی میگنجه و این بسیار بسیار باعث امیدواری و خوشحالی است. ما یواش یواش با توجه به صحبت هایی که با همدیگه میکنیم، میبینیم که ما مخرج مشترکامون کاملا مشخصه: مبارزه با استبداد، آزادی ایران. و وقتی که قرار شد که این فصول مشترک وجود داشته باشه، رسیدن به هدف نزدیکتر میشه و محرزتر میشه. امروز دلم میخواست حرفامو با سخنی از بودا شروع بکنم. خوشبختانه ما در نهاد مردمی هیچ نوع ایدئولوژی نداریم که گرفتار ایدئولوژی باشیم. بنابراین فرای ایدئولوژی عمل میکنیم. در فردای ایران هر کسی میتونه
هر عقیده مذهبی که دلش میخواد داشته باشه، خداشو به هر شکلی که دلش میخواد بپرسته، با خدا باشه بی خدا باشه، اونجوری که آزادی حکم میکنه، اونجوری که انسان‌ها دلشون میخواد آزاد متولد شدن و آزاد زندگی بکنن، تا زمانی که شما میتوانید آزاد زندگی کنید و آزاد فکر کنید، اون وقت اون ملت‌ها پیشرفت میکنن. و این رو ملت ایران انتخاب کرد. ملت ایران امروز میدونه که چی رو نمیخواد و چه چیزی رو میخواد. شاید یک روزی ملت ایران میدانست که چه چیزی رو نمیخواد، یا بهش تحمیل کردن که چه چیزی رو نخواد، یا در طی قرون اعصار اونچه که پیش آمده تا امروز، ما امروز رو باید فکر کنیم که چی کار میخوایم بکنیم. امروز ملت ایران میدونه که چی رو نمیخواد و چی رو میخواد. خواهان آزادی است، خواهان دموکراسی است، خواهان حکومت سکولاریزمه، و این جدایی دین از دولت رو ملت ایران میخواد و بهش میرسه. ملت ایران این یک هدف و پنج اصل رو میخواد و حتما بهش خواهد رسید. اما این سخن بودا خیلی قابل مداقه بود و من دلم میخواست که با شما تقسیمش بکنم. میگه که میگویند بودا هرگاه با بی احترامی یا بدرفتاری کسی مواجه میشده، از او تشکر میکرده است. وقتی علت را میپرسیدند، بودا میگفته است زندگی آینه ایست که ما خود را در آن میبینیم. نوع رفتار دیگران با ما نشانه وجود منشأ اون نوع رفتار در خود ماست که به عنوان همسان جذب شده است و بدین گونه میتوان عیوب خود را یافت. اگر مخالفان خود را به پای چوبه اعدام میکشانی، جمهوری اسلامی، اگر مخالفان خود را به پای چوبه اعدام میکشانی، بدان صاحب عقلی هستی به سان تناب. و اگر مخالفان خود را به زندان میفرستی، بدان صاحب عقلی هستی به سان قفس. و اگر مخالفان خود را به جنگ در میفتی، بدان صاحب عقلی هستی به سان چاقو. و اما اگر مخالفان خود را به بحث و گفتگو میپردازی و آنها را متقاعد میسازی و به سخنان حق آنها قناعت میکنی، بدان صاحب عقلی هستی به سان عقل. من امیدوار هستم که ملت ایران میدانه، اما حکومتگران نمیدانند. حکومتگران امروز ایران نمیدانند که چه عاقبت ننگینی رو برای خودشون دارن میخرن. از بالا تا پایین متاسفانه همیشه استبداد این چنین بوده. استبداد نمیتونه ببینه دور بر خودش رو، نمیتونه چیزی رو بشنوه کر و کور، همونجور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم. اما در این فاصله ما یکی از شخصیت‌های حقیقی رو که به ما پیوستند آقای علیرضا سمیعی هستند که ایمیل بر من فرستادن و تقاضا کردند که با ما صحبتی داشته باشن. البته در این حال من از این فرصت هم میخوام استفاده بکنم و به ایشون هم خیر مقدمی بگم به نهاد مردمی. آقای علیرضای سمیعی جزو، اولا خدمتتون میگم بینندگان عزیز، در نهاد مردمی همون جوری که بارها و بارها تکرار کردیم، ما خوشبختانه در اینجا حالت رئیس و مرؤوس نداره. بنده که میام برنامه رو اجرا میکنم آزاد هستم که در مجموعه تفکرات خودم اونچرا که فکر میکنم درسته بیام و با شما تقسیمش بکنم. و بله، آقای علیزاده سمیعی مثل این که روی خط هستند. جناب سمیعی به شما درود میفرستم در کالیفرنیا. صدای من رو میشنوید آقای سمیعی؟ بله. از محبتتون. اولا جناب سمیعی به شما خیر مقدم میگم که جزو کسانی هستید که جزو شخصیت‌های حقیقی نهاد مردمی به ما پیوستید. سوال اول من از شما این هست که به من بفرمایید اولا چه باعث شد که شما به نهاد مردمی بپیوندید؟